thank you نمیتوانی؟ نمیتوانی؟ ما میتوانیم بسالله هیچ چه کاری من نمیفهمم؟ خودت انداختی هستن من آه، آه. الان یک ساله دارم به همتون میگم ما میتوانیم بینندگان عزیز سلام وقتتون بخیر امیدوار هستیم که حالتون خوب باشه در خدمت جناب آقای امیر گنجوی هستیم مدیریت محترمه مجموعه فرهنگی فنیکس و همچنین جشنواره سینه ایران سلام عرض می کنیم خدمت آقای امیر گنجوی و میخوایم تعدادی سوال بپرسیم در رابطه با جشنواره های کمدی که قرار هست به زودی در تورنتو برگزار بشه دقیقا در تاریخ 8 و 9 ماه جون درسته سلام بله جشنواره کمدی امسال اولین دورش در تاریخ 8 و 9 در موزه آقاخان قرار است که برگزار بشه خب همیشه نسبت به کمدی دید بدبینی وجود داشته فکر می‌کنیم که مثلا کمدی ارزش جشنواره و برنامه برگزار کردن جدی رو نداره خب ما دوست داریم در مورد این پرسش ایجاد بکنیم سوال ایجاد بکنیم که آیا واقعا همینجوری هست آیا در جانرهای های مختلف در فیلم های مختلف کمدی آیا ما میتونیم رگه های انقلابی های رادیکال رده های پرسش برانگیز رو ببینیم کمدی در چه جاهای باستاب استروتایپ ها می پردازه در چه جاهایی به پرسش در مورد ایجاد با استروتایپ ها به یک محیط روشن فکری رو نسبت به کمدی ایجاد بکنیم از اون طرفم هم سینما ایران فیلم ها ایرانی فیلم جدی رو هر وقت نگاه میکنن خیلی از بیننده ها به ما گفتن که این فیلم ها خیلی تلخه ما این دفعه گفتیم که یه فضای شادی رو درست بکنیم خانواده ها با بچه هاشون بتونن بیان در این جشنواره و این فیلم ها رو ببینن روزای جون هم هست هوای تورنتو هم خیلی خوب و فکر می‌کنم یه فضای مفرح خوب قبل از جام جهانی رو بتونیم درست بکنیم که همگی با یه روحیه خیلی خوب دیدن فیلم بازی‌های ایران تو جام جهانی بریم <applause> بله ممکنه راجع به پروسه انتخاب فیلم ها و همچنین دعوت از بازیگران توضیح بفرمایید برای اینکه خب این بازیگران همگی چهره های شناخته شده هستند خب از روز اولی که ما این برنامه ها رو در تورنتو درست کردیم یک چیز رو ما مشخص کردیم اینکه ما هدف اولمون این هسته که برنامه هایی رو با کیفیت های خوب برگزار بکنیم هدف اول من این نیست که مثلا از این طریق کار بتونیم درآمدزایی بکنیم سرویس های ما خیلی خوبی رو سعی کردیم به هنرمندا و فیلم سازها بدیم یعنی تا اونجا که در توانمون بود حتی از توانمون هم که هم بالاتر این سرویس ها رو ارائه بدیم و من فکر میکنم این جواب داده خوشحال هستم که خیلی از تایید کننده ها و سرمایه گذاری ها و سرمایه گذارها و بازیگرایی که با ما کار کردن از ما راضی بودن و احساس کردن که ما یه جشنواری هستیم که واقعا به کیفیت کارمون و اینکه در فضای خوبی برگزار بکنیم احترام میگذاریم بازخورد خیلی خوبی رو کارهای مختلف قدیم ما در بین هنرمندان ایرانی در بین تهیه کننده ها داشته و خب اینا همه ما کمک کرد کمک کرد که ما الان بتونیم یه سری از فیلم های خوب سینما ایران رو در جانر کمدی داشته باشیم به حال هر در آگاه باشه میدونه که این فیلم ها با هزینه های بسیار گذافی تولید میشن سرمایه گذاری یا تهیه کننده ها از زندگی خودشون گاهن گذاشتن که این فیلم ها رو تولید بکنند و خب باید لول تراس وجود داشته باشه که حاضر بشن این فیلم ها رو در این جشوار به جشوار ما بدن از طرف دیگه همین روی تراس هم در مورد هنرمنده به ما کمک کرده و به ما کمک کرده که این هنرمنده کسایی که اومدن بدونن که واقعا هدف اول اینجا همون برگزاری برنامه به شکل و خوبش هست و اینکه هنرمند اونجوری که شایستش هست این برنامه ها در قبالش برگزار بشه و همین کمک میکنه کمک میکنه این روحی تراست و اعتماد که هنرمنده به من بیان من فکر میکنم در هر کار بیزینسی مهمترین چیزی که کاری که انجام میده همین روحی تراست و اعتماد هست تا اگر روی وجود داشته باشه دو طرف به هم اعتماد داشته باشن همه کار میشه انجام داد و دیگه هیچ چیزی نمیتونه مانع بشه صداقت ما فکر میکنم خیلی مهم است و ما فکر میکنم ما تحت زیاده زیاد سعی کردیم کارمون رو بر پای صداقت بذاریم وای خوش بس تو حالا دیدی من از کسی شماره بگیرم شما شماره من نمیخواستم نه این تو صحبت کنیم تالر زده قربان بهش بگو زیاد در نمیزنه آقا من حرف زیاد نمیزنم آقا با اون زر با, او با من زر با همه زر تو ما باره نصب می‌کنی در رابطه با هزینه های جشنواره هم بفرمایید این هزینه ها چطور و از چه منابعی تامین میشن خب اکثر جشنواره ها تقریبا من, من در تاریخش فستیوالا ها اینا همشون تحقیق کردم 80 درصد هزینه ها معمولا در جشنواره بر عهده بخش خصوصی و یا بخش دولتی است یا پرایوت یا پابلیک اسپانسرشیپ فقط در حد 20 درصد شدم کمتر از طریق بلیت فروشی ما هم خب در اینجا این هزینه جشنواره هست که با توجه به تخمین بود 75 تا 80 هزار دلار هزینه برامون داره و خب بخش اعظمش اینجا ما بر اساس همین در حدود 40 تا پنجا هزار دلارش رو بر اساس اسپانسرشیپ تخمین زدیم که داشته باشیم و خوشحال هستیم که اسپانسر های مختلفی بودن که از برنامه ما حمایت کردن و ما رو به این هدف رسوندن بقیش هم اعتماد مردم به ما کمک خواهد کرد امیدوارم این استقبال مردم اومدن مردم حمایت مردم از اینکه این کار رو ما بتونیم انجام بدیم و که, این که بتونیم کار رو ادامه بدیم علاوه بر نمایش فیلم ها و حالا شاید برنامه های که به مناسبت نمایش فیلم ها وجود داشته باشه یا ورکشاپی هم برگزار خواهد شد بله خیلی برای من کسایی که تو این جشنواره برنامه‌ریزی می‌کردن مهم بود که این فقط در حالت نمایش چند تا فیلم نباشه حالت یک ایونت رو داشته باشه ما رو از زمان عادی و معمولی جدا بکنه اتفاقات ویژه درش رخ بده سکر کارهای متفرقی رو در این جشنواره به شکل داشته باشیم مثلا ورشاپ داشته باشیم ورشاپی داریم با مانی حقیقی خب مانی حقیقی خیلی به ندرت ورکشاپ میگذاره و خوشحال بودن جشنواره سینی در جشنواره فینیکس ما فیلم کمدی فینیکس ما این ورکشاپ رو مانی حقیقی خواهیم داشت در تاریخ نهم و دهم ماه جون به کارگردانی در سینما اختصاص داره قرار است مانی حقیقی فیلم های آخر خودش رو مورد تجزیه و تحلیل در این ورکشاپ قرار بده در مورد هدایت بازیگر کارگردانی داستان نویسی بحثایی رو خواهد داشت آقای معززینی های که از منتقدین بسیار ش... ش... شناخته شده و از بسیار محترم شهر هستن قرار هسته که در این ورکشاپ به ما کمک بکنن و این ورکشاپ با کمک اینشون داشته باشیم در کنارش برنامه های دیگه مثل نمایشگاه عکس خواهیم داشت که به مرور تارش سینمای کمدی از قبل عکس خواهد پرداخت برنامه مثل استندآپ کمدی به سودی اعلام خواهد شد از پژوهشگران دعوت کردیم که پنل هایی رو در این جشنواره در مورد سینمای کمدی داشته باشن همچنین برنامه های تفریحی مثل گرد همایی بعد از فیلم ها و مهمانی رو هم در این جشنواره پیش بینی کردیم دوست داریم که به هر با اشکال مختلف حالت ایونت به خصوص و یونیک رو به این فستیوال بدیم بله با توجه به گستردگی این جشوره و همچنین نیازمندی این جشوره به نیروی انسانی متقابلا هستند کسان زیادی که مایل هستن کمک بکنن به عنوان داوطلب در برگزاری این جشوره چطور میتونن افراد درخواست داوطلبی بدن و شروع به کار بکنن بله خیلی خوشحال هستم که چند روز پیش که ما یک درخواست داوطلبی رو برای این جشفره داده بودیم با استقبال خیلی خوب روبرو شد در نزدیک حدود 100 نفر الان اعلام آمادگی کردن که به عنوان داوطلب در این جشنواره به ما کمک بکنن من فکر میکنم انجام این کارها بدون کمک نیروهای داوطلبی یا فستیوال به هیچ شکل ممکن پذیر نیست به حال کسانی که علاقمند باشن که اثر به جشنواره کمک کنن میتونن از طریق ایمیل یا از طریق فیسبوک با ما در تماس باشن ما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم نیروهای جدید رو داشته باشیم به حال من فکر می‌کنم این جشنواره جشنواره هست که که فقط متعلق به یک گروه و یه عده خاصی نیست به هر کار بکنی جو جشور جشنواره باستاب خواهند داشت و یک اتفاق رویداد رو تولید میکنن امیدوار هستم که از طریق ما لاقل بتونیم یک چند روز خوب رو برای ایرانی های خودمون در این کامیونیتی ایجاد بکنیم که از اون دل اون روزمرگی در بیانه و بتونن به لحظات خاص و یونیکی رو تجربه بکنن فیلم های کمدی معمولا با ستریو تایپ سازی همراه هستند و از این لحاظ خب همیشه مورد انتقاد افراد زیادی بودن با این مسئله چه کار خیلی کرد؟ خب جوک رو نگاه بکنیم همواره معمولا جوک های با استراتایپ ها کار میکنن فیلم های کمدی چند سال اخیر رو نگاه بکنیم مثلا فیلم مثل اکسیدان در بعضی جاهاش استروتایپ رو میساخت راجع به مثلا پروسی مهاجرت و اینکه آدمایی که برای مهاجرت میخوان انجام بدن تا چند حاضر میشن همه کار رو بکنن یا مثلا یه استروتایپ هایی رو داشت در مورد یا استروتایپ هایی رو داشتن در مورد دیگر باش ها از اون طرف مثلا فیلم مثل من سالوادور نیستم و نگاه بکنیم استروتایپ هایی رو داشت در مورد افراد مذهبی اینکه افراد مذهبی مثلا یه مثلا یه سری اف... افکار یا رفتارهای خاص رو به افراد انتصاب میداد به فیلم کمدی اینجوری ساخته میشه اگر ما به این فکر باشیم که مثلا واقعا این فیلم ها رو انتخاب کنیم بر اساس این میار که به هیچ گروهی نخواد بر بخورم متاسفانه نمیتونیم اصلا جشنواره فیلم های کمدی رو داشته باشه و هدف ما هم ایجاد پرسش هست من با... کسی که داریم برنامه گذار میکنیم که کسی گروه دیگه هست هیچ با... از هیچ کدوم از این فیلم ها قرار نیست دفاع بکنیم ما میخوایم این فیلم ها رو بگذاریم تنوعات ژانر رو کمدی در سینما ایران نشون بدیم و در مورد پرسش ایجاد بشه تو پنل ها و من فکر میکنم به هر حال این کاری هست که اگر واقعا میخوای تنوعات سینما ایران رو نشون بدی و گستردگیش رو نشون بدی نمیتونی حالت سانسور چی داشته باشی و بگی من فلان چیز رو میخوام فلان چیز رو نمیخوام اگر این کار بکنی با یک نظام غیر دموکراتیک هیچ فرقی رو نمیکنه من فکر کنم همچین چیزی لاقل تو کشور مثل کانادا که بر, بر اساس پلورالیسم ساخته شده و بر اساس آیدنتی پالیتیکس هیچ معنایی رو نداره ما فیلم های مختلف رو اونجا پخش میکنیم و پرسش ایجاد میکنیم و تو این پنل ها مردمی که اونجا میان این حق رو دارن که راجع به مثلا پیام هایی که در این فیلم ها ایجاد میشه سوال بکنن و به هر حال پرسش ایجاد بکنن و پرسش ایجاد بشه و اینکه در آینده چه برنامه ها و جشنواره هایی در نظر دارید خب من فکر کنم این جشنواره فیلم کمدی اولین گامی هست که ما خواهیم داشت برای نشون دادن سینما ایران و تنوعاتش من فکر میکنم ما جانرهای مختلفی در سینما ایران داریم که ارزش دارن که در موردشون صحبت بکنیم مثلا سینمای کودک ایران فیلم های مستند ایران فیلم مستند خیلی خوبی ساخته میشن حتی سینمای جنگ ام مثلا خیلی وقتا راجع مثلا سینمای جنگ فکر میکنیم همش فکر میکنیم که مثلا سینما جنگ از یک دیدگاه خاص داره طرفدار میکنه در اینکه تحولات سینمای جنگ رو بررسی بکنی نگاه کارشناسی دانشگاهی بهش داشته باشه میتونی ببینی که چقدر این سینما در طول تاریخ تحول پیدا کرده و فیلم با نگاه های مختلف شکل گرفته من فکر می‌کنم ما باید اینا رو ارزش قائل بشیم فقط به سینما و از مقبول های سیاسی نگاه نکنیم یه مقدار ارزش هنری کارها رو هم در نظر بگیریم به تنوعات ارزش قائل بشیم حتی اگر با یه دیدگاه هم موافق نیستیم باید به هر حال در کشوری مثل کانادا ما این دیدگاه های مختلف رو بتونیم ببینیم با هم مقایسه بکنیم در پرسش ایجاد بکنیم قرار نیسته که هر چیزی که مثلا در قالب یه قالبی دیده میشه اون رو بپذیریم به حال مح... انسان قوه خرد داره میتونه پرسش بکنه به حال ما دوست داریم که در گامهای بعدی به سراغ تنوعات فیلم های مختلف سینما ایرانی بریم اونا رو بتونیم پوشش بدیم نمایش بدیم و این فقط متکی به سینمای کمدی حرکتی که درست کردیم نخواهد بود من فکر که چیزی که ما باید به زودی دنباش فکر بکنیم این که سینمای زنان چرا ما یه فستیوال نداشت باشیم در مورد سینماگران زنان ایران الان فیلم سازای مثل آیدا پناهنده رو داریم دارن فیلم می منیجه حکمت فیلم جدیدی رو اومده ساخته ما میتونیم حتی فستیوال خیلی خوبی نزدیک داشته باشیم که این ایده میکنیم در سینمای زنان و تحولات سینمای زنان رو در قالب تاریخی نمایش بدیم مرسی بینندگان عزیز از اینکه گزارش ما رو تماشا کردید وقتتون به خیلی خدا نگهدار حرکت